استاپ هزاره جنوساید، استاپ آپارتاید جنسیتی در افغانستان. شمار افغانستانی های شهر کوالالامپور مالزیا نسبت به کشتار هدفمند هزاره ها و آپارتاید جنسیتی که علیه زنان در افغانستان جریان دارد اعتراض کرده و خواهان توقف آن شدند. سلام بر شما، وقتتان بخیر. 26 جنوری 2024 میلادی است و برابر با 6 دلو 1402 هجری شمسی است. شمار افغانستان های مقیم شهر کوالالامپور کشور مالزیا نسبت به نسل کشی هزاره ها و آپارتاید جنسیتی که علیه زنان در افغانستان جریان دارد اعتراض کرده و از کشورهای منطقه و جهان می خواهد که در برابر چنین اقدامات تروریستی استاد شده و جلوی چنین عملهای ناشایسته و جنایت علیه بشریت را بگیرد. معترضان میگن که در طول تاریخ و مشخصاً در دو دهه گذشته هزاره ها به صورت سیستماتیک هدف قرار گرفته و به نیت نسل کشی در هر گوشه از این سرزمین مورد حمله قرار گرفتن. آنان همچنان میگن که با روی کار آمدن گروه طالبان زنان افغانستان به صورت کامل در خانه زندانی و خانه نشین شدن و از تمام حقوق اولیه و اساسی و شهروندیشان محروم گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت بینندگان گرامی. انشاءالله که همگی شما عزیزان عافیت داشته باشید و صحت کامل برخوردار باشید. اینجا که میبینید این عزیزانی که اینجا هستند عزیزان مقیم مالزی هستند، مهاجرین مقیم مالزی که امروز حساله شدن از حقوق و حقی که دارند به حیث یک شهروند هزاره و به حیث یک خانم میخواهند دفاع کنند و این با این شعارها و با این سخنهای خود میخواین به جهانیان برسانن که ما هم مخالف وضعیت فعلی افغانستان هستیم و واقعا بر ما جای تاسف و بسیار جگرخونی هست که واقعا همچین شرایطی مخصوصا بالای مردم هزاره پیش میره. از کشتار بگویم، از مثلا از این که دختران هزاره رو میبرن به حقشان تعرض میکنن و همچنان این که شرایط فعلی که در کشور عزیز ما برقرار هستن واقعا برای ما جای تاسف و جگرخونی است. از فرایند و تبدیل اجتماعی تبدیل شده و سکوت مدام اقشار مختلف اجتماعی علیه این پدیده و یا عدم درک عمیق از ماهیت خشونت باعث دوام این پدیده زن ستیز و خشونت زده شده. طالبان که ادعا میکنند حقوق تمامی زنان طبق شریعت اسلام و در چارچوب دین اسلام اجرا میشود، متاسفانه اینطور نیست. اسلام نامحمدی زنان صدر اسلام از زمان صدر اسلام زن زندگی آزادی را بنا کرد. با بعثت پیامبر اکرم سلام الله علیه زنان به آزادی رسیدند و حالا متاسفانه زنی را که پیغمبر آزاد کرد از زمان جاهلیت و آزادی پرران متاسفانه طالبان با خشونت تمام برخوردهای بسیار نازنین دارند. آزارهای مثل تجاوز جنسی، مجبور بودن به فحشا، خودسوزی، خودکشی، جراحت، معلولیت، لطکو، خرید و فروش زن، نگاه اجباری، ممانعت از حق ازدواج، نگاه قبل از سن قانونی، تحقیر، دشنامی، مجبور بودن به اعتیاد و هنوز ظلمهایی هستن که در حق زنان در افغانستان شده به هنوز میشن و متاسفانه روز به روز به خبرهایی میشنن که خیلی بدتر از این هستن. ما میخواییم از جامعه حقوق بشر خواهش کنیم لطفاً زنان افغانستان دریابید. معترضان همچنان از کشور مالزیا بابت میزبانی شماری از افغانستانی ها در آن کشور تشکر و تقدیر کرده، اما جدارای مهاجرت سازمان ملل متحد و دیگر نهادها میخوان که در زمینه انتقال آنان به کشور سومی تلاش کنند. معترضان میگن که هزاران شهروند افغانستان، مشخصا هزاره ها و زنان که در معرض خطر در افغانستان قرار دارند، در کشورهای مختلف از جمله در مالزی بی سرنوشت هستند و امیدوار هستند که دارات مهاجرتی سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای حقوق بشری در زمینه انتقال آنان به کشور امن و سومی تلاش های مؤثر و همه جانبه انجام دهند. We are thankful of Malaysia government for giving us such opportunities to be here, to live here and to be here and just to seek a safe place for ourselves. It's really thankful and appreciable to us as a refugee, Afghan community and Afghan refugees.
و همچنان از سازمان ملل UNHCR United Nation High Commission for Refugees واقعا بسیار خواستاری از این هستیم که در قسمت ریستلمنت و ای که مهاجرین عزیز از این شرایطی با این مشکلات که مثلا در زندگی یک مهاجر وجود دارد، همگی مهاجرین میفهمند که چی مشکلات در زندگی یک مهاجر وجود دارد. زندگی کردن در یک شرایط نامعلوم خودش یک رنج و سختی هست که ما مهاجرین داریم تحمل میکنیم. از UNHCR United Nations High Commission و همچنین دولت مالزی که هستن تشکری میکنیم، از UN هم تشکری میکنیم و بسیار ازشان میخوایم که خواهشان در قسمت ریسیتلمنت مهاجرین، مردم افغان مخصوصا مردم هزاره، خانمای هزاره کوشش کنن و ما ازشان میخوایم که در این عرصه ما رو کمک کنن. ما ازشان واقعا خواستار کمک داریم که به یک کشور دیگه انتقال پیدا کنیم و بتونیم بهتر و بهتر زندگی کنیم و حتی بتونیم برای مردم خود که فعلا امروز در یک شرایطی بسیار بدی به سر میبرد یک کاری و یک خدمتی بکنیم. اما فعلا چون در این مهاجر هستیم دست ما چنان باز نیست و ما چنان کاری هم کرده نمیتونیم. من واقعا از کسایی که صحبت های ما را شنیدن و به این تظاهرات های ما واقعا میبینن و نگاه مثبت میکنن و انشاءالله پاسخ های مثبت صورت میگیرن، از UNHCR بسیار زیاد تشکر میکنم. زیاد پر حرفی نشه و عزیزان استاد کسی که رنج میبرد و آشفتگی دارد و غم و در غم سفری میکند و زندگی سیاهی را پیش رو دارد که نه آینده ای هست و نه زندگی، آنها بدون هیچ حق و حقوقی در مشقت تمام زندانی میشوند و ما از سازمان های حقوق و انسانی میخواهیم که یک کاری انجام دهند و در مقابله با فاجعه انسانی در مقابل زنان بی‌دفاع افغانستان که یک راهکار یا عکس العملی نشاندن که زودتر یک راهی برای تحصیل و زندگی و حق کار سهم گرفتن در جامعه، این حق مسلم آنهاست، با آنها کمک کنند که از زندگی ذلت‌بار خلاص شوند، از همه دردسرهای آنها کم شوند و با آنها کمک کنند که این غم‌ها آنها را به صورت تجریجی می‌کشند. اکثر دختران در زمان افغانستان از افسردگی و انگزایتی و خانه نشینی رنج می‌برند. صاحب هزار جنسای